اداره امور فرهنگی آستان مقدس علوی همزمان با سالروز ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نمایشگاه آثار نفیس و نسخ خطی را در حرم آن حضرت افتتاح کرد. شیخ عبدالصاد جابری رئیس اداره امور فرهنگی آستان علوی در این باره گفت: در این نمایشگاه نسخه های قدیمی قرآن و کتب و نسخه های خطی که در جاهای دیگر یافت نمی شود و نیز اشیاء نفیس مهم و تاریخی عرضه می شود. وی افزود از ویژگی های این آثار تاریخی آن است که به قرون اولیه اسلامی باز می گردند و به برخی نسخ خطی این نمایشگاه نیز دارای حاشیه نگاری هایی از نویسندگان آنها با دست خط خودشان است. حسین شیبانی مسئول مرکز نگهداری آثار خطی و اسناد آستان علوی نیز در این باره گفت: یکی از مشخصه های این مرکز دارا بودن نسخه های خطی کمیاب از قرن اول هجری تا اواخر قرن 14 هجری است که در سایر خزانه های تاریخی یافت نمی شود. به افزود خزانه آستان علوی حاوی مجموعه از مصحف های بسیار نادر است، از جمله مصحف منصوب به امیرالمومنین علیه السلام که در پایان آن نوشته شده: این مصحف را علی ابن ابی طالب علیه السلام در سال 40 هجری کتابت کرده است. نمایشگاه آثار نفیس و نسخ خطی که در راستای فعالیت‌های مراسم بزرگداشت ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام برگزار می‌شود، طی چند روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت.